در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. آخرین قرآن همه وحی خدای اکبر است، آخرین آیات روشن معجزه پیغمبر است. این کلام الله امانت از رسولی ازهر است، هیچ کافر با امانت این خیانت می کند. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازاتی شما را در قیامت می کند. روز محشر در میانی انبیا و اولیا می کند قرآن شکایت در بساط کبریا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافيا كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگه دار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خدای عزوجل را که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود بر او شکری واجب و چون برآید دو چندان. از دست و زبانی که براید که از عهده شکرش بدر آید. و با درود بر پیامبر اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعاتی را که در خدمتون هستم
آنچه را که مورد رضای اوست، آنچه را که برای اصلاح دین و دنیا، برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان من جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به درستی، به انصاف، به نیکی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. به فضل و منت خداوند در شرح سخنش، در شرح کتابش که تنها کتابی است که به زبان آسمانیش روی زمین باقی است و تا قیامت باقی خواهد موند و تنها کتابی است که در روز قیامت همه بشر بعد از نزولش بر معیارهای آن در قیامت بازپرسی خواهند شد. به فضل و منت خداوند جل جلاله و امن والو رسیدیم به آیه شریفه 124 از سوره انعام. تلاوتش را از یکی از بلبلان حرم بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. بر آنها چون نازل بشد آیه ای که بهر هدایت بود پایه ای. برای هدایت آیه های قرآن امام زمان و هارت و پورت امامت و نمیدن بقیه توته ها و نیرنگ های سیاسی نیست که باندهای دینی سیاسی ادیان سابق امام تراشان را ابزار دست خود قرار دادند و فریبشون دادند، بلکه پایه این دین بر آیه های قرآنه. بر آنها چون نازل بشد آیه ای که بهر هدایت بود پایه ای، بگفتند ایمان نیاریم ما، نگردیم مؤمن به یک تا خدا. لجاجت، لجاجت از صفات مشرکانه. امروزه لجوجتر و انودتر از و متعصبتر از مذهبیون شیعه کسی ما تو دنیا ندیدیم. بگفتند ایمان نیاریم ما، نگردیم مؤمن به یک تا خدا مگر آنکه همچون رسولان رب به ما نیز وحی شود زین سبب. میخواد پیغمبر بشن. خدا نیک داند که اندر کجا رسالت نماید به شخصی عطا، همه مجرمان را به زودی زود خداوند تعذیب خواهد نمود. ای خدایا خامنه مجرم و بشار مجرم و پوتین مجرم را عذاب کن، اونها را در این دنیا قبل از آخرت رسوا کن. همه مجرمان را به زودی زود خداوند تعذیب خواهد نمود. عذابی بر آنها فرستاد شدید. یا خدا عذابی بر آنها فرستاد شدید، سزاوار آن مکرهای پلید. چه مکر پلیدی امروز بالاتر از امامت و ولایت و ولایت فقیه و امام زمان و بقیه افکار نجیسی که
به نام نامی اهل بیت به خورد مردم داده اند. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن. آیه برشون بیاد از خداوند، آیه قرآن، میگه ما ایمان نمیاریم مگه همون چیزی که به رسولان داده شده به ما هم داده بشه. اینجا قرآن از چی پرده بر میداره؟ از لجاجت، از طبیعت تکبری که در نفس دشمنان توحید، دشمنان پیغمبر و دشمنان دین وجود داره. هر جا این تکبر و این لجاجت رو دیدید بدانید که از اسلام خبری نیست. امروز این لجاجت را در میان مدعیان و تشیع بیشتر از هر کسی می‌بینیم. همین تکبره، همین لجاجته که متکبران را از دین صحیح باز می‌داره. چه پوتین ها باشن، چه ترامپ ها باشن، چه خامنه‌ای ها باشن، اینها چرا تکبر میکنن؟ از ترس این که مبادا بندگان خدا از بردگی و تقلیدشون بیرون بیان، دیگه براشون نوحه نخونن، دیگه سواری بهشون ندن، دیگه بهشون رأی ندن، دیگه قدرت بهشون ندن. هدف اونها از این لجاجت بازی ها اینه که همیشه امتیازات خودشون رو حفظ کنن بین مقلدان خودشون، بین پیروان خودشون، بین مریدان خودشون، ولذا براشون گران تمام میشه که تسلیم پیغمبر بشن. امروز براشون گران تمام میشه که تسلیم توحید بشن، تسلیم قرآن بشن، بلکه عادتشون بر اینه که همیشه جای خدایی رو بگیرن، مرجعیت داشته باشن در میان پیروانشون، مردم مقلد باشند و اونها مقلد، مردم میمونشون باشن تا این میمونها را، این مقلدها را، این مریدها را، خر که میشود خر میشوند سوارش، اشان سواری بگیرن و هر طوری که خواستن براشون دین و آیین بتراشن. مهم بر اونها اینه که مردم مطیعشون باشن. دیروز به نام لات و منات و عزا و هبل بود، امروز به نام علی و بقیه اهل بیت یا به نام بزرگان دیگر. ولید ابن مغیره میگفت که اگر پیامبری حقه من سزاوارترم. چرا؟ چرا آقای ولید؟ برای که من سنم بزرگتره. مگه به سنه؟ مالم بیشتره. ابو جهل که اسمش ابو الحکم بود همین جهالت رو به خرج میداد. اینا مراجع اون قوم بودن، روحانیان قوم بودن، جای سیستانی و خامنه‌ای و خمینی و بقیه پلیدهای زمان رو گرفته بودن. ابو جهل میگفت که والله ما ازش پیروی نمی کنیم مگر اینکه همچون که بهش وحی اومده برای ما وحی بیاد. وحی برات بیاد که دیگه پیروی یعنی چی؟ به هر حال مظهر این ویژگی و این امتیاز همون تکبره، همون اناده که اینا میخواند پیروانشون رو داشته باشن. و این چرا اینطوریه؟ بلکه شیطان کفر رو در نفسشون، شرک رو در نفسشون، قبر پرستی رو در نفسشون، بزرگ پرستی رو در نفسشون، آتش پرستی رو در نفسشون جلوه داده، مزین کرده. ولذا در مقابل رسولان، در مقابل پیروان راستین رسولان، موضعشون دشمنیه، دشمنی میکنن. خداوند به این سخن ببخشید احمقانهشون جواب میده. اول اینطوری جواب میده که
که گزینش پیغمبران موکول به علم خداونده که علمش همه جا را فرا گرفته که در این جهان که شایسته اونه، شما هم شایستگی نداشتی. دوم اینطوری جواب بده که تهدیدشون میکنه، تحقیرشون میکنه که سرانجام تو چی خواهد شد. الله یعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما كانوا يمكرون. خداوند آگاه داره که رسالت شو در کجا بگذاره. این شما نیست که به خدا دیکته میکنید، لیکن کسانی که جرم کردند، کسانی که مرتکب چنین جرمایی شدند، پیش خداوند تحقیر، جزایشون تحقیره و عذاب شدید به خاطر اون چی که توطئه انجام میدادند، مکر میکردند، امامت میتراشیدند، بزرگی و نمیدونم تکبر میکردند. بلکه رسالت یک امر بسیار خطیره، یک امر جهانی که اراده ازلی ابدی خداوند یکی از بندگان نیکش تعلق میگیره، جهان الوی به جهان سفلی تماس میگیره، اونم با یک انسان محدود. آسمان از زمینی که رو انتخاب میکنه که حق و حقیقت کلی در قلب یک بشر تجلی کنه و بعد از اون، بعد از این تجلی در زندگی روزمره شون، در تاریخشون و اینجاست که ذات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با چنین تجلی به حق موصول میشه. و این هم از خواست خداونده و خداوند آگاه داره که رسالتشو کجا بگذاره. و از میان میلیون ها میلیون انسان تا یار کرا خواهد و میلش بکی باشد، یکی رو بر میگذنه میگه تو نماینده منی بر این امر بسیار بزرگ، تو فرستاده منی، رسول منی، هرگز امام انتخاب نکرده خدا، تو امام منی، نه خیر، اگر رسول منی، قاصد منی. و کسی که بخواد رسول بشه یا آنچان که به رسولان داده شده به اونها هم داده بشه، اونها اولا نمیدونن که طبیعت رسالت چیه، بلکه در سرشتی هستن، در طبیعتی هستن که برای چنین کاری شایستگی ندارن. دوم این که حتی در این بهانهشون هم خودشون را محور این هستی قرار میدن، خودپرستن. رسالت و رسول طبیعت چیز دیگریه، بلکه طبیعت رسولان اینه که مطیع کاملن، نفسشون رو فراموش میکنن بدون اینکه توقعی داشته باشند که خداوند اونها رو بر رسالت آماده میکنه، بلکه فنای فی الله هن. ولذا خداوند میفرماید و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. تو اصلا امیدی نداشتی، توقعی نداشتی که کتاب برات نازل بشه، این رحمت پروردگاره. و علاوه بر این، کسانی که چنین ادعاهایی میکنند اونها نادانند، جاهلند به خطورت این موضوع، این موضوع بسیار بزرگ، موضوع رسالت، و نمیدانند که این تنها خداونده که میتونه با علم کاملی که داره نیکترین و بهترین فرد بشر رو بر رسالت انتخاب کنه. ولی رسولان برگزیده ترین فرد بشر هست. و اینه که میگن امامت از نبوت بالاتره، کفر مرکبی رو انجام دادن. بلکه هیچ کسی از رسالت بالاتر نیست. آقا عیسی، ببخشید، علی از عیسی بالاتره، غلط کردی. این حرفا چیه؟ عیسی اولوالعزمه، علی بالاتره؟ علی غیر علی، هیچ کسی بالاتر نیست از رسولان. امامت دهنکجی به رسالته، گستاخی و جسارت به رسالته.
والله اعلم حيث يجعل رسالته. خداوند هر جا که میدونه داناتره، آگاهتره، اونجا رسالتو برمیگزینه و مکرمترین افراد و مخلصترین افراد و خلوقترین افراد و بر رسالت انتخاب میکنه. و این قافله رسالت همچنان ادامه داشت تا اینکه محمد علیه السلام که خیر خلق الله بود و خیر رسول الله، خاتم النبیین، با اون تموم شد. و لذا اینها را تهدید میکنه که شما در پیش خداوند دچار خاری و زشتی خواهی شد و دچار عذاب شدید خواهی شد. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون. کسانی که چنین جرمی کردن و رسالت دهنکجی کردن، دهنکجی اون زمان ساده بود، دهنکجی این زمان چون به نام خود دین مرکبه، چون به نام امامت و به نام آل بیت مرکبه، همه اینها رو خداوند وعده عذاب شدید، عذاب سخت به خاطر مکرهاشون و توطئه‌هاشون میده. چون اینجا تکبر کردن پیش اتباع خودشون، خداوند اونجا حقیرشون میکنه. چون از حق پذیری تکبر کردن، به مقام رسالت دست درازی کردن، امامت تراشیدن و در مقابل مکر شدید، توطئه شدید، توطئه بزرگ، خداوند عذاب بزرگ بر اون نازل میکنه. و اذا جاءتهم آیه، گویا که آیه ای که خداوند با رسولش فرستاده، چی؟ قرآنه. تا اینکه ثابت کنه که این شخص پیغمبره علیه السلام، قاصد خداونده. گویا که این آیه قانعشو نکرده، بهش اکتفا نمیکنن، آیات دیگری میخوان. جای دیگری خداوند از قولشو نقل میکنه که و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، صحرای لم یزرعه، آب میخوان. ما به ایمان نمیاریم مگر اینکه چشمه گوارایی بر ما از زمین در بیارید، یا یه باغی داشته باشید که پر از نخلهای خرما باشه و انگور باشه و در میانش جو هم باشه، یا اینکه همچنان که خودت گمان میکنی از آسمان بر ما عذاب بیاد، یا خدا و ملکه بیان، یعنی لجاجت. نمیخواد ایمان بیارن. کسی که ایمان بیاره که با این لهجه حرف نمیزنه، میخوان جدال کنن مثل شیعیان امروز، میخوان راه فراری از ایمان و از توحید پیدا کنن. ولی همه ادعاهاشون رو میبینید، همه ادعاهایی که در مقابل رسول علیه السلام اظهار میکنن، میبینید همش اکاذیبه، دروغه. یه بار بهش گفتند که بارها البته که ساحره، بین زن و مرد اختلاف میندازه، بین پدر و پسر اختلاف میندازه، در میان یک خانواده اختلاف میندازه، فتنه‌جو، ساحره. و چرا از خود سوال نکردن؟ مادامی که ساحره، چرا دیگران سحر کرده شما رو سحر نکرده؟ شما سحر بالاترید، یعنی سحر در شما، چطور شد سحرش در شما کارگر نیست؟ آیا کسی که سحر بشه اراده ای داره از خودش پیش ساحر؟ این دلیل بر اینه که دروغ میگن، کاذبن. امروز این دروغ ها در لباس روحانیت دجال مدعی تشیع نه دهم دین شده، اسمشو تقیه گذاشتن. یا گفتند که پیامبر اکرم علیه السلام شاعره. اگه کسی دیگری غیر از عرب این حرف رو میزد، غیر از اهل مکه، میگفتیم شاید عذری داره، بلکه رسول خدا را نمیشناسه، بلکه شاید فصیح و اهل بلاغت و اهل بیان نباشه. لیکن شما ای مشرکان عرب، اهل بلاغتید، اهل شعرید، اهل نثرید، اهل خطابتید، اهل کتابتید،
اگر این بهانه از کسی دیگه مقبول می بود از شما قابل قبول نیست. ولی از خودشون هم گاهی که وجدانشون بیدار می شد می گفتن به خدا قسم که این سخنش نه سخن شاعرانه نه سخن کاهنانه. ولذا خداوند جل جلاله از شما میخواد که قوقایی تصمیم نگیرن، بلکه در قوقا در میان زدمند مردم حق و باطل قاطی میشه. یه تنها بشینید فکر کنید، انما اعیدکم بواحده، من یه چیزی به شما نصیحت میکنم که به خاطر خدا یه نفر دو نفر با هم دیگه فکر کنید. ما به صاحبکم جننه، این همراهتون جنی نیست، یعنی پیغمبر. یعنی در وقتی که قوقای مردمه در میان توده مردم تصمیم گیری نکنید، پیغمبر رو علیکی به جنون متهم نکنید، بلکه در میان قوقای مردم که کسی چه بگه معلوم است که حرف زد، این حرف مال کیه. لیکن وقتی یه نفر دو نفر با هم بشینید، دو نفری با هم دیگه مشورت کنید، ببینید این پیامبر چی میگه، این موحدان چی میگن، این برنامه تلویزیونی توحیدی چی میگه، آیا واقعا کاهنه، آیا ساحره، آیا شاعره، برای که بین دو نفر حق ضایع نمیشه، هر کدوم هم دیگه رو با هم دیگه بحث میکنن. اما سه چهار نفر باشن اون موقع هر کدوم میترسه که شکست بخوره، ولی از خودش دفاع میکنه، برخی نمیخوان شکست، هیچ کسی نمیخواد شکست بخوره. خب آیا واقعا مجنون این حرفا رو میزنه؟ 40 سال در میان شما بود، چرا این حرفا رو نمیزد؟ این یک. دوم که عمل کرده مجنون، اعمال مجنون منتظم نیست، مستقیم نیست. در صورتی که شما میبینید که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بر خلق عظیمه، اعمالش اعمال عاقلانه، آیا بر دیوانه میشه گفت که بر خلق عظیمه، بر اخلاق بزرگه؟ شما اخلاقشو میدونید، امانتداریشو میدونید، راستگوییشو میدونید. انسان وقتی که با یه نفر دیوانه میشینه نمیدونه که چیکار میکنه، یه سال یه دقیقه بعد میخنده یا یه مشت میزنه مثلا، یا لباس خودشو پاره میکنه. اما اخلاق عظیم معنیش اینه که این اخلاق همراه با ارزشهای عالیه، همراه با رفتار بزرگه. و پیغمبر اسلام چنان اخلاقش منتظم و عالیه که براش یک ملکه شده و شما همه تون بیگواهی میدی. و پس این که شما میگید مجنونه، اینم بهش اعتقاد نداری. شاعره، شما سخنان شاعرانه میدونید، شما اهل شعرید. کاهنه، کاهن مثل روحانیت روافض، کاهنان کسانی هستند که علمای دینی که آیات خدا را میفروشند، دین خدا را میفروشند. امروز قرن هاست که ملایان شیعه دین خدا را فروختند با خمس، با پول و با شهوت، با خمس و با متعه. خب اون از شما چه میخواد؟ مال و ثروت میخواد؟ نه، بلکه شما جمع شدید پادشاهی بهش بدید، به زیباترین دختر رو خودتون رو به شما بدید که ساکت باشه، قبول نمیکنه. ولذا دنبال بهانه گشتن. و اذا جاءتهم آیتون، اگه آیه برشون بیاد میگن که ما ایمان نمیاریم مگر همون چیزی که بر ما بیاد که بر پیغمبران اومده. ولید مغیره چون این حرفی زد، بلکه بزرگتر سنش از همه بزرگتر بود،
از پیامبر خدا بزرگتر بود، اندر مال غنی بود، ثروتمند بود، اندر فرزندای زیادی داشت. گفت که اگر رسالت به این امور باشه من بهش سزاوارترم، هم سنم بزرگتره، هم مارم بیشتره، هم فرزندانم بیشتره. یعنی اینا معیار بشریه دیگه. ولید و ولیدها نمیدونند که رسالت ریاست دنیوی نیست، پادشاهی نیست، ولایت فقیه نیست. فرزند شما در مال از کس دیگه کمتر باشی، فرزند کمتر داشته باشی، زمین و کشاورزی کمتر داشته باشی، لیکن بر اخلاق بزرگی باشید، این مهمتره. محمد علیه السلام بر خلق عظیمیه که خداوند این اخلاق در سرشش قرار داده، چون این مهیاش کرده و این چونینه که اون از میان بشر برگزیده. و با این حال میگفتند که وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگه این قرآن بر یکی از بزرگان این دو شهر نازل میشد، قرآن چطوری بهشون جواب میده؟ اهم یقسمون رحمت ربک، آیا رحمت پروردگارت رو اونا تقسیم میکنن؟ در سوره زخرف آیه 32 خداوند میفرماید که امور زندگی رو ما تقسیم میکنیم، تقسیم کردیم بین شما، لیکن شما میخواید رحمت خدا رو هم تقسیم کنید. و رحمت در رسالت تفاوت داره با تقسیم مال و ثروت. مال و ثروت و زن و بچه اینها همه از متعلقات و اطاعات ربوبیت خداونده، لیکن رحمت از متعلقات و اطاعات الوهیت خداونده. شما مالداران در دنیا با مال و زن و زمین و کشاورزی برتری یافتید، نه که شما ویژگی خاصی داره از دیگران، بلکه نظام هستی اینچنینه. هر کدوم از انسان ها به استعداد انسان دیگه نیاز داره. اگه همه مردم مالدار می بودند کسی نمی دید پیشت کار می کرد و هاکذا. ولی موضوع مال و ثروت و خداوند نوبتی قرار داده. یه روز دست شماست، یه روز فردا دست کس دیگه، امروز شما غنی هستی فردا فقیر میشید و هاکزا. لیکن رسالت اینجوری نیست. وقتی که مردم اومدن پیش ابو جهل راجع به رسالت بهش حرف زدن، ابو جهل گفت که بنی عبد مناف در شرف و در بزرگی با ما مسابقه دادن، اونا مهمان نوازی کردن، ما مهمان نوازی کردیم، اونا مردم لباس میدادن، بخشندگی میکردن، ما همی کار میکردیم، گوسفند میکشتن، ما گوسفند میکشتیم، تا اینکه مثل دو اسب قرار گرفتیم که داشته مسابقه بدیم. گفتند که من نبی یوحا الی، از ما پیغمبری هست که بهش وحی میشه، به خدا قسم که ما بین راضی نمیشیم، هرگز هم ازش اطاعت نمیکنیم، مگر اینکه همچنان که بر اونها وحی اومده بر ما وحی بیاده. اینجوری نگاش میکنه. دوتا اسب که میذاشتن بر مسابقه، یک چوبی رو میذاشتن در آخر مسابقه، هر که اونو برمیداشت برنده میشد. اینجا خدا میفرد و اذا جاءتهم آیه، این کلمه رو نگاه کنید، جاءتهم آیه برشون اومد. یه بار میفرماد که کجینا که به آیتی من ربک، آیه از پروردگار برات آوردیم. یه بار میفرماد که آیه اومده، یعنی گویا که آیه چنان واضحه، چنان مستقله که خودش میاد. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله، خدا اینجا ردشون میکنه، شما بر خدا پیشنهاد نکنید. الله عالم و هیتو یجلو رسالت، خداوند آگاه داره که کجا رسالت شو بذاره، بلکه رسالت میاد
تا خیر رو بر همه منتشر کنه در میان همه. لیکن خود رسول از کسی چیزی نمیگیره، برعکس امامت جعلی که کذابان درست کردن خون مردم باش میمکن، هزار سال خون شیعه در باش میمکن. دیگران دنیا رو میخوان برای خودشون، اما رسول میاد که خیر و آسمانی رو بر مردم منتشر کنه و خودش چیزی نگیره جز براق، جز تبلیغ. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام قبل از اینکه فوت کند به رفیق اعراب پیمانده توصیه میکنه که خانوادهش زکات نگیرن و اون چم که گذاشته خودش صدقه بین مردمه. ما ترکناه صدقه، یعنی از دنیا هیچ سودی نمیبره. ولذا امانتدار رسالته و نخواسته که دنیا رو بر خانواده خودش بگذاره. ولذا خداوند چون خواسته که اون بهترین مردم باشه. رسالت تکلیفه، رسالت و نبوت پاداشش اینجا نیست، بلکه از عظمت پاداشش اینه که در آخرته. پاداش رسالت در آخرته. ولذا وقتی که بخشید که تنهایی دیگه، الحمدلله. وقتی که در بیعت عقبه اهل مدینه اومدن برای بعضی از اهل مدینه برای بیعت، گفتن که شرط بذار، شروط شما چیه؟ و فرمود هر اون چی که خودتون رو ازش دفاع میکنید از من دفاع کنید و چونی چون عمل کنید. گفت خب ما چی؟ شما شرط تو گذاشتی برای ما چی؟ گفت جزای شما جنته، اینه قیمت چیزی که پیشش هست. هر که جنت میخواد به طرف ایمان میاد، به طرف توحید میاد. هر که غیر از جنت دنیا میخواد جاش پیش مؤمنان نیست. با وجود که بعدا به شما گفت که شما سوار کشتی میشید، بر سر تخت ها میشینید، گنجینه های کسرا و قیصر در پیشتون میاد، لیکن در ابتدا در وقتی که ضعیفه به شما وعده نمیده، در آغاز این حرفا رو به شما نمیزنه، بلکه میدونه بعضی از اینها بودند که اینها این چیزها را ندیدن. وقتی فوت کردند که اسلام هنوز ضعیف بود، اندک بود، لذا از پاداشی بهشون خبر داد که متکفل بود، خداوند تکفلش کرده بود بهشت. ما اگه به شرطامونو وفا کردیم، جزای ما چیه؟ پاداش ما چیه؟ فرمود جنت. گویا که پیامبر خدا علیه السلام یادشون میده که دنیا، همه دنیا کوچکتر از اینه که پاداش عمل صالح باشه. عمل صالح اونه، پاداش عمل صالح اونه که همیشه بات باشه، از دستت نره. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن، وقتی آیه بهشون میاد میگفتند که ما ایمان نمیاریم. این لن نؤمن اصرار بر عدم ایمانه، یعنی حتی راجب آینده هم تحکم میکردن. بعد خداوند رسواشون کرد، بعضیشون بر مرگ مردن، بعضیشون موندن ایمان آوردن بعد از فتح مکه. ولی عبارتی را که به زبان میارن عبارت شلیه،
و شما میگی که ما ایمان نمیریم مگر آنچه که رسولان به رسولان داده شده بر ما بیاد، و شما میدونی که رسولانی از پیش خداوند آمدن. و اصل در آیه اینه که ایمان بیارن به همه پیغمبران خدا از جمله پیغمبر اسلام. پس این قول دلالت بر چی میکنه؟ این قول دلالت بر لجاجت میکنه، لجاجتی که همراه با بیعقلیه. مادامی که شما میدونی که پیغمبرانی از طرف خداوند هست، خداوند اونها رو انتخاب کرده، چرا میخواد اراده خدا دست شما باشه، در اختیار شما باشه؟ پیغمبران خدا آیات مادی داشتن، آیات مرئی داشتن، آیات حسی داشتن، لیکن همه این آیات ملزم بر کسانی بود که اونها رو دیده بودن، لیکن این آیات جاودانه نبود. اونایی که حضرت موسی علیه و نبی سلام دیده بودن که دریا رو میزد با عصای خودش، نمیتونستن این آیه رو تکذیب کنن. لیکن تموم شد، اون آیه الان یه خبریه. اون هم چون رسالت محدود بوده، اون خبر محدود به اون قوم بوده. و هکذا رسالت حضرت عیسی علیه السلام، علیه و نبی السلام، وقتی که بیماری رو شفا میداده به اذن خداوند، همه این بر اونهای حجت کنه رو دیدن. لیکن رسولی که بر همه جهانیان آمده، همراه با یک رسالت، با یک پیغامه، معجزش تا قیام قیامت باقی است. رضا معجزش باید یک آیه باشه تا قیامت باقی باشه. ولی آیهش حسی نبود، معجزش معنوی بود، عقلی بود، که همه امت ها در مرور زمان، با اختلاف زمان، با اختلاف مکان، در چون آیه اختلاف نمی کنن. لیکن اینا میخواستن یه معجزه مادی باشه، حسی باشه، یه دیگه عقلی باشه، که اگه یکی آور دیگری رو تکذیب کنن. یک خداوند جواب قاطع بهشون میده که خداوند داناتر که رسالتشو کجا بذاره. خب اعلم، این کلمه اعلم دلالت بر این میکنه که خداوند بعضی از بندگانشو توفیق میده که بدوند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیغمبره، اونه که پیغمبر دعوتشون کرد، اینه که قبول کردن، ابوبکر، علی، عثمان، عمر یا خدیجه قبلا، آیا اینا دنبال معجزه بودن؟ دنبال آیه بودن؟ نه خیر، به مجردی که پیغمبر خبرشون داد قبول کردن، بلکه تجربه سابقشون ثابت کرده بود که این وقتی که در امور دنیوی راسته، در امور اخروی میخواد دروغ بگه، از اخبار آسمان میخواد دروغ بگه، نعوذ بالله. ولذا به مجردی که ابو بکر صدیق شنید که پیغمبر چون حرفی زده، گفت راست میگه. به مجرد این که خدیجه صدیقه رضی الله عنها شنید، فوری گفت راسته. اولین استنباط فقهی رو حضرت خدیجه انجام داد، قبل از که فقه به معنای معروفش، معنای اصطلاحیش منتشر بشه، بلکه استنباط عقلی بود. بهش گفت که من پیامبر فرمود که من میترسم که جنی چیزی من رو، یعنی اصابت کرده باشه یا مریضی باشه. گفت نه، تو کسی هستید که صله رحم میکنی، در حوادث روزگار مردم رو کمک میکنی. والله لا یخزیک الله ابدا، خداوند از تو دست بر نمیداره. و این مقدمات اومد که خداوند تو رو تنها نمیذاره. همه این مقدمات فخره، همه اینها دلالت بر اخلاق عظیم میکنه. قبل از که پیام آسمانی بیاد، معدن خوبیه، چون این اخلاق آسمانی داره. و لذا اولی حکم فقهی رو میبینیم که حضرت خدیجه با این مقدمات میچینه و استنباط میکنه.
و این یکی از اسراری است که میفهمیم که چرا پیامبر خدا علیه السلام خداوند خدیجه رو به همسریش انتخاب کرده. بلکه یه مدتی پیغمبر فقط نیاز به همسر نداشت، نیاز به یک عقلی داشت که کامل شده باشه که مسائل نبوت رو درک کنه، بخصوص در آغاز کارش. وقتی که از غار می اومد بیرون، حکمت خدیجه کمکش میکرد. الله اعلم حیث یجل رسالته، خداوند داناتر که رسالتش رو کجا بذاره. ولی خداوند اینهایی که تکبر میکنند اینها رو به ذلت و خاری دچار میکنه، و ما از خداوند میخواهیم که همین خاری و ذلت را امروز بر امام تراشان و قاتلان و نوکران پوتین بر سرشون بیاره و اونها رو عبرتی بر جهانیان قرار بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.